به سعودی به خاطر اینی که منافع کشور ایران را بتونیم در خارج از کشور حفظ کنیم. الهدف من دخول المتفجرات الى المملکه ان نحافظ على مصالح ایران في الخارج. نه به خاطر پول و به خاطر این چیزا نبوده، به خاطر شاید به خاطر این بوده که من خواسته بودم باش همکاری کنم. یعنی من میتونستم بگم نه. لم اقم بهذا العمل مقابل المال او اشیاء اخرى وقمت بهذا العمل وكان بامكاني ان اقول لا. بعد از اینکه رضا توکلی اصرار کرد، برادر من راضی نمیشد این کار رو بکنه. رغم اصرار رضا توکلی على نقل المتفجرات الى المملکه لم يرضى اخي بهذا العمل. اما اون برادر من برد تهران و اینطور که خود برادر من میگفت، البته من نبودم، برادر من شنیدم، گفت که من رو بردن تهران و به اصطلاح تهران بهش گفته بودن که این کار از طرف دولت هم حمایت میشه و این نیست که شما بترسی یا تنها باشی اینا. كما قال لي اخي لقد اخذه رضا توكلي الى تهران وهناك قالوا له ان هذا العمل سوف يتمتع بحمايه الدوله وعليه ان لا يخاف لانه لن يكون وحده في هذا العمل. من یه دوستی دارم به نام علی بنیانیان. این دوست من که اسمش علی بنیانیان هست، یکی از دوستان خودش رو به نام رضای توکلی به من معرفی کرد و من با یعنی رضای توکلی، من ساکهای حجاج رو تحویل رضای توکلی دادم و رضای توکلی این مواد رو تو این ساکها قرار داد و منم اوردم اینجا. لی صدیق اسمه علی بنیانیان و هذا صدیق عرفنی به احد اصدقائه و یدعا رضا توکلی. سلمت شنة الحجاج إلى رضا توكلي ورضا توكلي هو الذي وضع هذه المواد المتفجرة في شنة الحجاج وأنا أتيت بها إلى هنا. اول که خب نیومد بیرون، ولی بعد که آخر دست که یه مامور سعودی هم دنبالش بود اومد بیرون، تا من از بعد سلام علیکم اینا گفت که چرا ساکا ما رو برگردوندن، گفتم ولی من نمیدونم. وقت بعد گفت که رضا توکلی رو ندیدی؟ گفتم نه. عندما شاهدت اخي بصحبة موظف سعودي سلم علي وقال انه لم يتسلم الشنط ثم سألني هل رأيت رضا توکلی؟ قلت لا. بعدش گفت که اگه یه رضا توکلی رو دیدی جریان بهش بگو که ساکار به سلام فهمیدن بگرفتن. ثم قال لو رأيت رضا توکلی اخبره بما حدث وأنهم اكتشفوا ما في الشنة وأخذوها. رضا توکلی یکی جوی که خودش رو معرفی کرد، گفت من یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب هستم و بعد ایشون توضیح داد که اگر شما که مدیر کاروان هستی بتونید این مداری مواد منفجره از طریق وسائل حجاج مثل ساکشون به کشور عربستان سعودی ببرین و من اونجا خودم قبل از شما هستم و این مواد رو از شما تحویل میگیرم و ما میتونیم، یعنی ایشون گفت که من بعد از طریقایی که میدونم این مواد رو در مثلا اون جاهایی که باید بره میتونستم استفاده بشه. رضا توكلي كما عرف نفسه لي قال إنه من أفراد الحرس الثوري وحسب ما وضح لي أنك بصفتك كمدير القافلة تستطيع إدخال المواد المتفجرة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الحجاج في شنطهم وسوف أكون هناك قبلك وأستلم هذه المواد المتفجرة منك ونحن سوف نستخدمها بالطريقه المناسبه. من فکر می‌کنم که بعد از اون جریان که به اصطلاح لو رفته باشه، اصلا شاید به ایران نیومده باشه و یا اگرم اومده به یه صورتی بالاخره بردندش ایران یا جای دیگه، به هر حال یا مثلا تو سفارتی یا اگر اینجا باشه که
جایی نمیتونه باشه، یا در سفارت احتمالاً باشه، یا اینکه اصلا نیومده ایران. وقتی که فهمیده دیگه اصلا نذاشتن بیا. اعتقد ان رضا توکلی لم يحضر من ایران بعد اکتشاف الامر او انه حضر ثم اعادوه الى ایران او اخرجوه الى مکان آخر و يحتمل ايضا ان يكون في السفاره. هذه الشنطة صنعت في إيران وأنا حملدار إيراني والحجاج إيرانيون والطائرة إيرانية جاءت من إيران. هذا كله واضح لا خفاء فيه. ما هو هدفهم من ذلك؟ لا أعرف. أنا أقول اسألوا الحكومة الإيرانية. وبعد أيها المشاهدون الكرام، فهذا ما كان من إيران في العام الماضي وما كان منها في هذا العام، وهذا ما قابلت به المملكة العربية السعودية هذه الجرائم النكراء. والحكم بعد هذا لضمائر المشاهدين في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي والغربي، وللمنصفين من أبناء الشعب الإيراني المسلم. السلام عليكم ورحمة الله.